ترکوفسکی در به در دنبال خانه اجاره‌ای می‌گشت. مستأجر بود و صاحب خونه عذرشو خواسته بود. باید هر چه زودتر قبل از اون که آواره بشه سخفی برای خودش دست و پا می‌کرد. ترکوفسکی مرد 30 ساله مؤدبی بود. زندگی ساده اما منظمی داشت. برای همین نگران از دست دادن سقف بالای سرش بود. درآمد متوسطی داشت با کمی پسنداز توی بانک. در این وضعیت دلش به همون مختصر پسندازش خوش بود. امیدوار بود با پولش جای خوبی پیدا کنه. دوستش به اون نشانی آپارتمانی رو داده بود. ترکوفسکی بعد از وقت اداری سراغ نشانی رفت. در زد. سرایدار که زن بدخلقی بود در رو باز کرد. ترکوفسکی اسکناسی کف دست سرایدار گذاشت. زن نرم شد. اما با همون قیافه اخمالت گفت دنبالم بیا. سرایدار در آپارتمان طبقه 5 رو باز کرد. آپارتمان 2 تنگ و تاریک داشت. از آشپزخانه و توالت هم خبری نبود. اتاقها کاغذ دیواری زردی داشت. در اثر رطوبت چند جای کاغذ دیواری بلند شده بود. سقف اتاق هم پر از ترک‌های ریز بود. تنها پنجره خانه توی اتاق عقبی بود. جای پنجره به نظرش عجیب اومد. پنجره درست رو به توالت‌های توی حیاط باز می‌شد. سرایدار بی مقدمه گفت: مستأجر قبلی خودش رو از پنجره پرت کرده بیرون. نمی‌دونستین؟ بهتون نگفته بودن؟ اثرش هنوز هست. بیاین نشونتون بدم. ترکوفسکی جا خورد. اما همراه سرایدار به سمت پنجره رفت. سقف شیشه‌ای حیاط درست زیر پنجره اتاق عقبی شکسته بود. سرایدار گفت هنوز نمرده. اما زنده نمیمونه. فعلا تو بیمارستانه. ترکوفسکی زیر لب گفت اگه حالش خوب شه چی؟ سرایدار خندید نه بابا فکر نکنم. تا حالا کسی از دنیای مرده ها بر نگشته. آپارتمان خوبیه موسیو. بهتر از اینجا پیدا نمی کنیم. ترکوفسکی پرسید توالتش کجاست؟ پشت حیاته. از اینجا معلومه. همونی که پنجرش گرده. اجارش چقدره؟ 500,000 تا. 500,000 تا پیش 15,000 تا هم اجاره. اوه خیلی زیاده. من اینقدر ندارم. راستش به من ربطی نداره. باید با صابخونه چونه بزنین. خونش طبقه پایینه. من دیگه باید برم سر کارم. ولی اگه از من میشنوی بگیرش. ترکوفسکی همراه سرایدار از پله پایین رفت. زنگ آپارتمان طبقه پایین رو زد. زن پا به سن گذاشته‌ای در رو باز کرد. رفتار زن چندان دوستانه نبود. برای همین ترکوفسکی با تردید پرسید برای اجاره آپارتمان مزاحمتون شدم. میتونم با موسیوزی حرف بزنم؟ پیرزن برایش چشم و ابرو آمد و برگشت تو. ترکوفسکی پشت در منتظر موند. از توی خونه صدای پچ پچ میومد. کمی بعد پیرزن برگشت. پیرزن ترکوفسکی رو پیش موسیوزی برد. موسیوزی پشت میز ناهارخوری نشسته بود. با وسواس زیاد دندونهاش رو خلال میکرد. کند و کاوه موسیوزی جواب داد. تکه گوشت کوچکی که سر خلال دندونش چسبیده بود از دهانش بیرون آورد. گوشت رو وارسی کرد و دوباره بلعید. تازه اون موقع بود که چشمش به ترکوفسکی افتاد. پرسید: آپارتمان رو دیدین؟ بله بله، من برای همین اومدم خدمتتون. راستش میخواستم در مورد اجاره باهاتون حرف بزنم. میدونید من نمیتونم بیشتر از 400,000 فرانک بدم. موسیوزی ابروهاشو در هم کشید. قدری سکوت برقرار شد. بالاخره گفت سرایدار بهتون گفت طبقه بالا تازه لوله کشی شده؟ تازگی آپارتمان خوب کم پیدا میشه. ترکوفسکی صداش رو صاف کرد. البته سوء تفاهم نشه. نمیخوام مزایای آپارتمانتون رو نادیده بگیرم، ولی طبقه بالا آشپزخونه نداره. تازه توالت هم توی حیاته. اما پول من نقده. 400,000 فرانک نقد. موسیو ترکوفسکی، عرض کردم آپارتمان سخت گیر میاد. مسئله فقط پول نیست. میدونین من نه خسیسم نه خیر.
اما 500,000 تا برای طبقه بالا رقم منصفانه ایه. چرا باید کمتر اجارش بدم؟ شاید حق با شما باشه، ولی من 400,000 فرانک نقد بهتون میدم، نه قسط‌بندی. کی گفته که من پول پیش رو قسط‌بندی میکنم؟ خب مستأجر قبلی رو چی میگین؟ شاید زنده بمونه. اگه بخواد برگرده سر خونه و زندگیش چی؟ کارش قانونیه مگه نه؟ محاله. اما من اینجوری فکر نمی کنم. به نظر من همه چی ممکنه. بهش فکر کنین. 400,000 تا نقد. پیشنهاد خوبیه. خیلی خوب آقای ترکوفسکی. بیاین فعلا مسئله پول رو بذاریم کنار. پول برای من اولویت اول نیست. ببینم شما متأهلین؟ شاید نباید بپرسم، ولی اگه ازدواج کرده باشین بعد داستان بچه پیش میاد. من و زنم دیگه پیر شدیم. اونقدر هم پیر نیستین موسیو. شاید ولی دیگه حال و حوصله یه سر صدای بچه ها رو نداری. بله متوجهم. خب من مجردم. البته مجردام خیلی بی درد سر نیستن. دلم نمیخواد بشه آپارتمانم پاتوق دوست و دوست بازی و مهمونی. حتما خیالتون راحت باشه. من آدم بی سر و صدا و کم رفت آمدیم. موسیوزی لبخند زد. از قدیم گفتن جنگ اول بهتر از صلح آخره. در ضمن حیوان خونگی هم قدغنه. شما که مشکلی ندارین. نه من مشکلی ندارم. خوبه. ازتون خوشم اومد. آدم عاقل و جدی هستین. ولی تکلیف مستأجر قبلی هنوز روشن نیست. هفته دیگه دوباره به هم سر بزنید. ترکوفسکی از موسیوزی تشکر کرد و بیرون اومد. چند دقیقه‌ای بیرون آپارتمان ایستاد. ساختمان رو به آفتاب بود. دنبال پنجره آپارتمان طبقه پنجم گشت. رنگ طبقه پنجم صورتی بود با کرکره‌های زرد. ترکیب رنگ زرد و صورتی با سلیقه‌اش جور نبود، اما اهمیتی نداشت. با دقت ساختمان رو نگاه می‌کرد که موسیوزی رو پشت پنجره دید. براش دست تکون داد و با عجله دور شد. خیابان خلوت بود. وقت نهار شده بود. ساندویچ خرید و مشغول خوردن شد. اتفاقات رو توی ذهنش مرور کرد. بحثش با صاحبخونه منطقی بود. امکان برگشت مستأجر قبلی خیلی کم بود، اما احتمال صفر نبود. بخشی از وجودش میخواست حال مستأجر قبلی خوب بشه، اما همه میگفتن وضعش وخیمه. نمیدونست مستأجر قبلی وصیت‌نامه داشته یا نه. اگه نداشته حق و حقوق صاحبخونه چی میشد؟ نکنه مجبور بشه دوبار پول پیش بده. یه بار به صاحبخونه، یک بار به مستأجر قبلی. باید با دوستش که وکیل بود مشورت میکرد. اما از شانس بعد دوستش در سفر بود. فکر کرد شاید بهتر باشه به ایادت مستأجر قبلی بره. ترکوفسکی فوری نهارش رو تمام کرد. با عجله برگشت و از سرایدار راجع به مستأجر قبلی پرسید. اسم مستأجر قبلی مادمازل شول بود. ترکوفسکی با تأسف گفت زن بیچاره. بعد اسم مادمازل شول رو پشت تک کاغذ یادداشت کرد. فردای همون روز به بیمارستان سنت آنتونی رفت. همون بیمارستانی که مادمازل شول بستری بود. چند تا کمپوت خرید و راه افتاد. ترکوفسکی اصلا از بیمارستان خوشش نمی اومد. بیمارستان برای شبیه ایستگاه آخر بود. جایی که دکتر و پرستارها مریض رو به سرای ابدی می فرستادن. وقتی رسید از اطلاعات شماره اتاق مادمازل شول رو پرسید. مادمازل شول توی اتاق 18 بخش 27 بستری بود. توی ساعت ملاقات راهروی بخش 27 شلوغ بود. ترکوفسکی از سرپرستار اجازه گرفت که مادمازل رو ببینه. سرپرستار اخم کرد. تازه از کما در اومده. نباید آرامشش رو به هم بزنین. حواستون باشه. به هیچ وجه باهاش حرف نزنین. ترکوفسکی خیلی راحت اتاق 18 رو پیدا کرد. زنی روی تخت دراز کشیده بود. سر تا پایش رو باند پیچی کرده بودند. پای چپ زن با تسمه و قرقره توی هوا معلق بود. فقط یک چشمش از زیر نوارهای باندپیچی پیدا بود. خیلی آهسته به تختش نزدیک شد و روی چارپایه کوچکی نشست. زن مسن‌تر از چیزی بود که حدس می‌زد. به سختی نفس می‌کشید. دهانش کاملاً باز بود.
توی فک بالای زن جای دندان جلویش خالی بود. یکو صدایی پرسید: شما از دوستاشین؟ تلکوفسکی از جاش پرید. اونقدر حواسش به مادمازل شول بود که ایادت کنندش رو ندیده بود. احساس مجرمی رو داشت که سر به زنگ و مچش رو گرفتن. خوشبختانه ملاقات کننده زن جوانی بود که متوجه حال پریشان تلکوفسکی نشد. زن جوان گفت: خدا میدونه چرا. به نظرتون چرا همچین کاری کرده؟ اولش باورم هم نمیشد. آخه شب قبلش همدیگر دیده بودیم. خیلی خوشحال و سر حال بود. تلکوفسکی نفس راحتی کشید. دختر تمام حواسش به مادمازل شول بود. قیافه دختر جوان معمولی بود. موهای بلوطی، چشمای قهوه‌ای، با دهانی نسبتاً گشاد. تلکوفسکی گفت: راستش من دوستش نیستم. یعنی اصلاً نمی‌شناسمشون. ولی از اتفاقی که براشون افتاده ناراحتم. دختر آهی کشید و گفت: آره خیلی وحشتناکه. بعد به زن که تاق باز خوابیده بود گفت: سیمون منو میشناسی؟ منم استلا. منو یادته؟ چشم زن به نقطه ثابتی روی سقف خیره بود. تلکوفسکی فکر کرد شاید زن مرده، اما همون موقع صدای جیغش بلند شد. استلا به گریه افتاد. تلکوفسکی دست پاچه شده بود. دور برش رو نگاه کرد. هیچ کس حواسش به اونها نبود. چند دقیقه بعد پرستاری بهشون نزدیک شد و گفت وقت ملاقات تمام شده. استلا حال دوستش رو از پرستار پرسید، اما پرستار جوابش رو نداد. فقط گفت باید از دکترش بپرسه. استلا دوباره گریه کرد. تلکوفسکی از خودش شرمنده بود. سیمون شول بیچاره با مرگ دست به گریبان بود. اون وقت اون به فکر اجاره خونه ی اون بود. دلش میخواست از استلا در مورد مادمازل شول بیشتر بپرسه. برای همین گفت: خانم گریه نکنید، باید آروم باشید. میخواید بریم یه چیزی بخوریم؟ استلا دماغش رو بالا کشید، اشکاش رو پاک کرد و بعد با هم به کافه بیمارستان رفتن. وقتی سفارششون رو آوردن تلکوفسکی گفت: ببینید، خودکشی جز مسائلی که من خیلی نمیفهممش. هیچ وقت باهاتون راجع به خودکشی حرف زده بود؟ استلا گفت: هیچ وقت. تازگی هم چیزی نشده بود که بخواد خودکشی کنه. سیمون تنها زندگی میکرد. توی کتاب فروشی مشغول بود. وقتای بیکاریش هم رمان‌های تاریخی میخوند. چند تایی هم دوست داشت که آخر هفته ها میدیدشون. تلکوفسکی عدست خودش عصبانی بود. به نظرش کار غیر انسانی و غیر منصفانه ای بود. برای همین گفت: حالا شاید حالش خوب بشه. استلا غمگین گفت: خدا کنه. اما فکر نکن. مگه ندیدینش؟ من رو نشناخت. وای خدایا، چه مصیبتی. تلکوفسکی کمی دیگر با استلا حرف زد، اما احساسش بهتر نشد. احتمالا مادمازل شول همون موقع با مرگ دست و پنجه نرمی کرد. آنطور که تلکوفسکی بعدم فهمید، سیمون شول غروب همان روز مرد. وقتی تلکوفسکی با بیمارستان تماس گرفت، فهمید مستأجر قبلی مرده. ناراحت شد. انگار دوست نزدیکی رو از دست داده باشه. وقتی به سیمون شول فکر میکرد، دختر جوونی رو تصور میکرد، نه زنی که توی بیمارستان دیده بود. بعد به خودش گفت باید به مراسم خاکسپاری بره. تنها کاری بود که برای مادمازل شول میکرد. شاید استلا رو هم میدید. بعد از بیمارستان با خجالت از او جدا شده بود. مراسم خاکسپاری فرصت خوبی بود تا از تنهایی نجات پیدا کنه. اما مراسم خاکسپاری در کار نبود. جسد سیمون رو به زادگاهش فرستاده بودند. براش فقط مراسم عشای ربانی برگزار می‌کردن. تلکوفسکی هم به کلیسا رفت. روی اولین صندلی خالی نشست. بعد به بقیه نگاه کرد. آدمای زیادی نیامده بودند. استلا ردیف اول نشسته بود. او را از موهایش شناخت. تلکوفسکی با جمعیت توی کلیسا همراه شد. با جمعیت زانو زد و بلند شد. مراقب بود حرکات بقیه را بی کم و کاست تقلید کنه.
همه جای کلیسا بوی مرگ میداد. ترکوفسکی دوست نداشت به مرگ فکر کنه. برای همین زیر لب آهنگی رو زمزمه کرد. زمزمه ی آهنگ باعث شد تصور مرگ کمی دور بشه. اما خیلی زود تصویر ترسناک مرگ برگشت. و این بار واضح‌تر و پررنگ‌تر از دفعه پیش. سعی کرد افکار مزاحم رو از سرش بیرون کنه. اما نتونست. جزئیات مرگ رو توی ذهنش مجسم کرد. اول میخ‌ها رو به تابوت میکوبیدند. بعد روی تابوت خاک میریختند. آخر کار هم که کرم‌ها جسد رو متلاشی میکردند. مورمورش شد. احساس میکرد موجودات ریزی تنش رو میخورن. برای اینکه مطمئن بشه از کرم‌ها خبری نیست خودش رو لمس کرد. بعد خودش رو خاروند. حالش بد شد. برای همین از خیر دیدن استلا گذشت. به زحمت از جاش بلند شد. دیگه یه لحظه هم نمیتونست مراسم کوفتی مرگ رو تحمل کنه. بی سر و صدا از کلیسا بیرون رفت. بیرون کلیسا حالش خوب شد. اونقدر خوب که یاد موسیوزی افتاد. احتمالا موسیوزی دیگه جواب قطعی رو میداد. برعکس کلیسا، هوای بیرون گرم و مطبوع بود. پیاده به سمت خونه موسیوزی را افتاد. موسیو خودش در رو باز کرد. تا در رو باز کرد، فوری ترکوفسکی رو شناخت. برخوردش از دفعه اول بهتر بود. اول کمی در مورد قیمت با هم چونه زدند. اما بالاخره سر 450,000 فرانک به توافق رسیدند. قرار شد ترکوفسکی هر وقت پول پیش رو داد، اسباب کشی کنه. در ضمن موسیوزی گفت ترکوفسکی خیلی خوش شانسه، چون خانواده سیمون شول اسباب و اساسی آپارتمان رو نمیخوان. همه ی وسایل سیمون شول به اون میرسید. ترکوفسکی بعد از خدافزی از موسیوزی به آپارتمان تک اتاقش برگشت. خیلی خسته بود، اما برای رفتن به آپارتمان جدید عجله داشت. برای همین بسته‌بندی وسایلش رو شروع کرد. وسایل شخصیش توی دوتا چمدون جا شدند. صبح زود کلید رو به سرایدار تحویل داد و با تاکسی به خانه جدیدش رفت. دوستان ترکوفسکی خیلی زود از اسباب کشیش با خبر شدند. برای همین مجبورش کردند که مهمونی بگیره. ترکوفسکی چند تا از همکاران و دوستانش رو به خانه جدیدش دعوت کرد. هر کدوم از مهمونها با خودش چیزی برای خوردن آورده بودند. ترکوفسکی از اینکه باعث و بانی مهمونی بود احساس غرور می‌کرد. مهمونا میگفتند و میخندیدند. برای هم از خاطرات با مزهشون تعریف میکردند. ترکوفسکی با حواس پرتی به حرف مهموناش گوش میداد و مشغول پذیرایی بود. در همین حال و هوا کسی محکم در آپارتمان رو کوبید. ترکوفسکی در رو باز کرد. مرد قد بلند لاغری توی پاگرد ایستاده بود و مرد با عصبانیت داد میزد. صداتون تا 7 کوچه اونورترم میره. خجالت نمیکشین؟ ساعت 1:30 شبه. ترکوفسکی با تعجب گفت سر و صدا؟ فکر نکنم، دارید اغراق میکنید. من و دوستان فقط. مرد حرف ترکوفسکی رو قطع کرد و غرید. برای من عذر و بهونه نیار. زود بساط مهمونیت رو جمع کن قبل اینکه همسایه ها رو دیوونه کنی. ترکوفسکی خواست بگه صدای داد و بیداد مرد همه رو دیوونه میکنه، اما دست با چه گفت موسیو، اگه بیدارتون کردم معذرت میخوام، از این به بعد بیشتر مراعات میکنیم. اما مرد همسایه ولکن نبود، باز گفت آخه خجالت نمیکشین، نصف شبه، چقدر بی فرهنگین. ترکوفسکی گفت ببخشید و در رو بست. هنوز صدای شکوه های مرد از پشت در شنیده میشد. 2-3 دقیقه بعد با سکوت برقرار شد. قلب ترکوفسکی تون تون می زد. عرق سردی روی پیشونیش نشسته بود. به اتاق برگشت. مهمون ها با دیدنش بحث رو از سر گرفتن. به نظرشون توی همه ی ساختمون ها همسایه نخاله پیدا میشه. هر کسی چیزی می گفت و راه حلی پیشنهاد می داد. ترکوفسکی معذب بود. هر بار که صدای مهمون هاش بالا می رفت بهشون می گفت یواشتر. اما مهمون ها عمدن صداشون رو بلندتر میکردن. برای اینکه سر به سرش بذارن با صدای بلند میخندیدند. ترکوفسکی اونقدر عصبانی شد که رسم میزبانی رو فراموش کرد و کت مهمونهاش رو آورد. بعد همشون رو به سمت در خونه و پاگرد هل داد. مهمونها هم برای لجبازی توی پله ها سر صدا میکردن. ترکوفسکی عصبانی در آپارتمانش رو قفل کرد، چراغ رو خاموش کرد و به تختش رفت.
اما توی تاریکی دستش به لیوان روی میز کنار تخت خورد. لیوان افتاد و با صدای شبیه شلیک گلوله متلاشی شد. چند لحظه بعد صاحبخونه از طبقه پایین ضربه ای محکم به کف اتاقش کوبید. ترکوفسکی از شرم قرمز شد. با بی ملاحظگیش همه رو بیدار کرده بود. احساس میکرد صلاحیت زندگی در جامعه متمدن رو نداره. دلش میخواست گوشه بشینه و گریه کنه. ساکت سر جاش موند. فردا مجبور بود با همسایه ها و صاحب خونه روبرو بشه. از خودش عصبانی بود. گرفتن مهمونی اشتباه بزرگی بود. از همان بد به ورود همه رو با خودش دشمن کرده بود. شروع افتضاحی بود. فایده ای نداشت. با فکر ناراحت خوابید. صبح زود بیدار شد. چون یک شنبه بود تمام روز رو در خانه موند. می ترسید که اگر از خانه بیرون بره یکی از همسایه‌ها را ببینه. با اینکه آپارتمانش به هم ریخته بود جرأت مرتب کردنش رو نداشت. می ترسید دوباره صدای ضربات همسایه‌ها به در دیوار بلند بشه. بعد از تاریک شدن هوا تصمیم گرفت آشغال‌هاش رو بیرون ببره. خونه بو گرفته بود. سوت زنان از در بیرون رفت. می‌خواست خودش رو سر حال و با روحیه نشون بده. اینطوری همسایه‌ها اذیتش نمی‌کردن، اما از بخت بد موسیوزی رو توی پایگرد طبقه چهارم دید. با عجله گفت: شب بخیر. بابت دیشب معذرت می‌خوام. فکر کنم بیدارتون کردم. قول میدم دیگه تکرار نشه. موسیوزی گفت: امیدوارم. من و زنم دیگه خوابمون نبرد. همه ی همسایه‌ها هم شاکین. اگه تکرار شه مجبورم عذرتون رو بخوام. نمیتونم بذارم یه مستأجر کل ساختمون رو به هم بریزه. میدونین که پیدا کردن آپارتمان اجاره‌ای خیلی هم آسون نیست. پس خودتون رو دستی دستی آواره نکنید آقا. ترکوفسکی باز هم معذرت خواهی کرد و با عجله دور شد. روزهای بعد مراقب بود. بهانه دست همسایه نده. صدای رادیو رو کم میکرد. هر شب ساعت 10 میخوابید. دیگه مستأجر خوبی بود. اما هنوز فکر میکرد همسایه ها به خاطر شب مهمونی اونو نبخشیدن. به ندرت همسایه ها رو در راپله میدید. اصلا همسایه هاش رو نمیشناخت. برای همین نمیتونست اونها رو از قوم و خیشان یا فروشنده های دورگر تشخیص بده. به هر کسی توی راپله میرسید سلام میکرد و لبخند میزد. اگه کلاه داشت کلاهش رو برمیداشت بعد تعظیم میکرد. اگه کلاه نداشت به همون تعظیم اکتفا میکرد. حتی با سرایدار بی ادب هم مؤدب بود. اما با همه ملاحظات ترکوفسکی همسایه‌ها به هر بهانه‌ای به دیوارش مشت می‌زدن. دوستان ترکوفسکی هر وقت اونو می‌دیدن دستش می‌انداختن. گاهی هم نصیحتش می‌کردن. می‌گفتن اگه جلوی همسایه‌هاش وا بده هیچ وقت دست از سرش بر نمی‌دارن. می‌گفتن باید همسایه‌هاش رو نادیده بگیره. اما ترکوفسکی هر وقت توی آپارتمانش بود دلهره می‌گرفت. حواسش بود سر و صدای اضافی را نندازه. گاهی همسایه‌ها در خونش رو می‌زدند، اما وقتی باز می‌کرد کسی پشت در نبود. گاهی صدای دری یا صدای قدم‌هایی رو روی پله‌ها می‌شنید. گاهی هم پشت درش پچ پچ می‌کردند. اما شاید صداها مستقیماً به او مربوط نمی‌شد. شب‌ها گاهی از صدای خور و پف همسایه‌ها بیدار می‌شد. توی تاریکی ساعت‌ها بی حرکت و ساکت دراز می‌کشید و به صدای خور و پف همسایه ناشناسش گوش می‌داد. دوستانش دائم می‌گفتند باید فکری برای همسایه‌های مزاحمش بکنه. می‌گفتند خونه قبلیت هم همسایه داشتی اما مشکلی نبود. می‌گفتند اصلاً همسایه‌هاش دست به یکی کردن ازش زهر چشم بگیرن. پیشنهاد می‌دادند برای کم کردن روی همسایه‌ها یه دست کامل از ابزار موسیقی جاز بخره. حرف‌ها و شوخی‌های مدام دوستان و همکارانش بیشتر آزارش می‌داد. ترکوفسکی توی اداره هم آرامش نداشت. اگه چیزی از دستش می‌افتاد، همکاراش با مشت به دیوار می‌کوبیدن. بعد قیافه وحشت‌زده ترکوفسکی رو می‌دیدند و از خنده ریسه می‌رفتند. ترکوفسکی سعی می‌کرد خونسرد بمونه. لبخند می‌زد. وانمود می‌کرد شوخی همکاراش بامزده است. دوستانش گاهی تهدیدش میکردند که نصف شب به خونش برن. سر صدا میکنن تا همسایه‌هاش رو بیدار کنن. ترکوفسکی میدونست دوستانش سر به سرش میذارن. اما تصمیم گرفت رابطهش رو با آنها کمتر کنه. اینطوری کمتر اذیتش میکردن. بنابراین
خیلی کم دوستانش رو میدید. تمام وقت آزادش رو توی خونه میموند و کتاب میخوند. بیشتر اوقات هم توی رستوران غذا میخورد. برای همین آشغال زیادی نداشت. اما بالاخره هر چند روز یک بار مجبور بود زباله هاش رو بیرون بذاره. زباله‌دان اصلی توی حیاط بود. موقع بردن زباله ها گاهی زباله هاش رو توی راپله میریخت. اما وقتی برمیگشت برشون داره چیزی توی راپله نمیدید. کسی پشت سری زباله ها رو جمع میکرد؟ اما کی؟ احتمالا یکی از همسایه ها. اما نه، همسایه ها منتظر فرصتی بودن تا سرزنشش کنند. پس کار کی بود؟ فکر کرد شاید کار موشا باشه. اما اگه کار موشا بود پس چرا به زباله‌دان توی حیات کاری نداشتن؟ تازه تلکوفسکی هیچ وقت توی ساختمون موشی ندیده بود. معمای زباله ها اونو میترسوند. ولی فقط همین موضوع نبود که اذیتش میکرد. وقتی در پوش زباله‌دان رو برمیداشت از نظم زباله ها شکف زده میشد. انگار آشغال‌هاش از بقیه آشغال‌ها نفرت انگیزتر و بدبوتر بودند. به نظرش زباله های بقیه قابل احترام بود و مال خودش نه. تلکوفسکی مطمئن بود سرایدار فوراً آشغال‌هایش رو شناسایی میکنه. اصلاً علت نگاه‌های تحقیرآمیز سرایدار هم همین بود. تلکوفسکی توی سطل آشغال خم میشد. آشغال‌هایش رو با آشغال‌های دیگران قاطی میکرد. اما میدونست که فایده ای نداره. همه میفهمیدن زباله‌های بدبو و تهوع‌آور متعلق به تلکوفسکی. باز هم به دیوار تلکوفسکی میکوبیدند. صدا از آپارتمان بالایی بود. همسایه‌های لعنتی ولش نمی‌کردند. نزدیک دو ماه از اومدن تلکوفسکی به خونه جدیدش میگذشت. اما هنوز جرأت نکرده بود خونش رو مرتب کنه. غیر از احتیاجات روزانش هنوز وسایلش رو از چمدان بیرون نیاورده بود. با اینکه بالاخره دلش رو به دریا زد. با نگاه موشکافانه دوربرش رو وارسی کرد. بعد تصمیم گرفت جای کمد بزرگ گوشه اتاق رو تغییر بده. تمام تلاشش رو کرد جابجایی وسایل با کمترین سر و صدایی باشه. همون وقت پشت کمد چیز عجیبی دید. پشت گرد و غبار کمد سوراخی توی دیوار بود. وقتی دقیق‌تر به سوراخ نگاه کرد گلوله یک کوچک خاکستری توش بود. با نوک مداد گلوله پنبه را از سوراخش بیرون کشید. لایه پنبه دندانی بود. دندان جلوی انسان. یه دفعه یاد جای خالی دندان سیمون شول افتاد. ترسید. نمیدونست چرا باید سیمون شول دندونش رو توی سوراخ دیوار قایم کنه. یاد داستانهای کودکیش افتاد. فرشته مهربون دندون رو میبره و به جاش هدیه میاره. یعنی سیمون شول هنوز به قصه بچگیش باور داشت؟ شاید هم نمیخواست دندونش رو دور بیندازه. تلکوفسی اول میخواست دندون رو دور بیندازه اما نظرش عوض شد. دوباره دندون رو لای پنبه پیچید و سر جایش توی سوراخ گذاشت. حسابی کنجکاو شده بود. وجب به وجب خونه رو گشت. از اتاق خواب شروع کرد. خیلی هم زود مزدش رو گرفت. زیر کشوی کمد بسته یه نامه‌ای بود. با یه کپه کتاب. گرد و خاک روشون رو با تکه پارچه تمیز کرد. کتاب‌ها رمان تاریخی بودند. نامه ها هم چندان مهم نبودن اما تصمیم گرفت سر فرصت بخوندشون. کتاب و نامه رو لای روزنامه پیچید. بالای صندلی رفت. میخواست کتاب و نامه های روزنامه پیچی شده رو بالای کمد بگذاره. یه دفعه بسته از توی دستاش لیس خورد و افتاد. صدای افتادنش خیلی بلند بود. همسایه بالایی دردم واکنش نشون داد. هنوز از صندلی پایین نیومده همسایه عصبانی ضربات محکمی به سقف آپارتمانش کوبید. ترکوفسکی می لرزید. به ساعتش نگاه کرد. 10 دقیقه از 10 شب گذشته بود. خودش رو روی تخت انداخت. ساکت روی تخت دراز کشید. دوباره هول و هراس به دلش افتاده بود. صدای قلبش رو توی گوشهاش می شنید. دلش می خواست همسایه های نفرت انگیزش رو به باد فحش بگیره. اما نیازش به خونه اون رو بزدل و بی جربزه کرده بود. انگار با رفتارش نشان میداد حتی ارزش سرکوفت و تنبیه رو هم نداره. اصلا حیوانی بی دست و پاست. لازم نیست دوستش داشته باشن یا بهش احترام بگذارن. همین که نادیدش بگیرن بس. کسی در زد. ترکوفسکی مردد روی تخت موند.
کسی که پشت در بود باز هم در زد. چاره ای نداشت جز اینکه بلند شه و در رو باز کنه. از جاش بلند شد و در رو باز کرد. مرد پشت در از همسایه ها نبود. برعکس همسایه هاش نگاه طلبکارانه هم نداشت. قیافش نگران و مردد بود. با لکنت زبان گفت: ببخشید، مگه اینجا آپارتمان مادمازل شول نیست؟ چرا؟ یعنی بود، من مستاجر جدیدم. از اینجا رفته؟ ترکوفسکی نمیدونست چه جوابی بده. حتما مرد از خودکشی سیماشول خبر نداشت. نمیتونست یهو خبر مرگش رو به مرد بده. برای همین بهش تعارف کرد: بفرمایین تو. غریبه گیج شده بود و مردد گفت: امیدوارم حالش خوب باشه. ترکوفسکی ترسید. اگه مرد داد و بیداد را مینداخت چی؟ اگه گریه و شیون میکرد چی؟ همسایه‌ها دوباره سرش آوار میشدن. سرفه‌ای کرد و گفت: بفرمایین بنشینیم موسیو. بادار، اسمم جورج باداره. از ملاقاتتون خوشبختم موسیو بادار. من ترکوفسکی هستم. متاسفانه باید بگم که اتفاق بدی افتاده. بادار داد زد: خدایا، چه بلایی سرش اومده؟ چی شده؟ ترکوفسکی با احتیاط گفت: 2 ماه پیش مرده، خودکشی کرده. بادار وحشت زده گفت: سیمون، خدایا سیمون. سیبیل مرد می لرزید. بعد صدایش به زمزمه مبهم تبدیل شد. ترکوفسکی گفت: خودش رو از پنجره پرت کرده. اگه بخوای میتونیم ببینیم. یه دفعه متوجه شد حرفهای سرایدار رو تکرار میکنه. ساکت شد. مرد بیرمق گفت: آخه چرا؟ چرا همچین کاری کرده؟ کسی نمیدونه. حتی صمیمیترین دوستش. حالتون خوب آقا؟ رنگ مرد پریده بود. توی خونه چیزی برای خوردن نداشت. برای همین بادار رو به کافه نزدیک محل کارش برد. میترسید سر صدا راه بیندازه و همسایه‌هاش رو بیدار کنه. توی کافه بادار تعریف کرد از دوستان دوران کودکی سیمون بوده. همیشه هم پنهانی عاشقش بوده. بادار تازه خدمتش تمام شده بود. قصد داشت امشب به عشقش اعتراف کنه. ماجرای غم‌انگیز بود. اون جوان معمولی و کسل کننده بود، اما غمش صادقانه بود. بادار با ناراحتی و صدای خشدار گفت: باید برم پیشش، دیگه هیچی برام ارزش نداره. منم باید برم پیش سیمون. ترکوفسکی دلداریش داد، همون حرفای کلیشه‌ای که اینجور مواقع میزنه: تو هنوز خیلی جوونی، هنوز خیلی فرصت داری، خاک سرده، خیلی زود همه چیز یادت میره، زمان همه چیز رو درست میکنه، از اینجور مزخرفات. تا نزدیک صبح توی کافه موندن. بادار اول متقاعد نمیشد، اما وقتی رفت ترکوفسکی مطمئن بود از صرافت خودکشی افتاده. از بادار قول گرفت با عجله تصمیم نگیره، حداقل یه ماه به خودش فرصت بده. ترکوفسکی در راه برگشت برای خودش آواز میخوند. از اینکه زندگی مرد جوونی رو نجات داده بود به خودش میبالید. با اینکه کل شب نخوابیده بود، اما سر حال بود. گرسنه‌اش بود. قبل اینکه به خونه برگرده، برای صبحونه به کافه نزدیک خونش رفت. پیش خدمت جلو اومده پرسید: شما مستاجر جدیدین؟ جای سیمون اومدین؟ حالش گرفته شد، اما گفت: بله، شما میشناختینش؟ معلومه، هر روز میومد اینجا. حتی نمیپرسیدم چی میخوره. فوری براش نون برشته و شکلات می بردم. هیچ وقت قهوه نمی خورد. می گفت اگه قهوه بخوره تا 2 روز خوابش نمی بره. ترکوفسکی گفت: شایدم. فکر کنم قهوه یکم آدم رو عصبی می کنه، ولی من بهش عادت کردم. نمی دونم والا. ولی اگه یه روز قهوه حالتون رو خراب کنه احتمالا دیگه نمی خورین. به هر حال همه نمی تونن شکلات بخورن.
به خاطر کبدشون. بیچاره مادمازل شول، همه چیزش سالم بود. هنوزم باورم نمیشه سر هیچ و پوچ خودش رو کشته باشه. براتون شکلات بیارم؟ ترکوفسکی چیزی نگفت. بعد هم بدون اینکه بفهمه پیش خدمت به جای قهوه برای شکلات آورد. فنجونش رو سر کشید. صورت حسابش رو پرداخت کرد و از کافه بیرون اومد. در آپارتمانش باز بود. مطمئن بود در رو قفل کرده، اما حالا در خونش باز بود. آپارتمانش به هم ریخته بود. کمد کشوها باز بودند. یه نفر دار و ندارش رو زیر رو کرده بود. رادیو و دو تا چمدونش هم برده بود. اول به همسایه ها و بعد به موسی و زی شک کرد. شاید همکار دوستاش بود. گیج شده بود. هیچ چیز گران قیمتی توی وسایلش نبود. فقط دو جفت کفش و یه دوربین ارزون قیمت. آلبوم عکساش هم قیف شده بود. عکسای بچگیش، عکسای پدر مادرش، اشک توی چشمش حلقه زد. با عصبانیت لنگه کفشش رو درآورد و به طرف دیوار پرتاب کرد. اما بلافاصله یه نفر به دیوار کوبید. ترکوفسکی عصبانی داد زد: چی میخواین عوضی ها؟ ها؟ وقتی دوست خونم رو چوق میزد کجا بودین؟ اما بعد سعی کرد آروم بمونه. به هر حال تقصیر همسایه ها نبود. شاید اون موقع هم بر دیوار کوبیده بودن. با خودش فکر کرد چه کار کنه. جواب ساده بود. باید میرفت اداره پلیس رو شکایت میکرد. کفشش رو دوباره پوشید. از پله‌ها پایین رفت. توی پایگرد طبقه اول موسیوزی رو دید. موسیوزی تا اون رو دید با عصبانیت گفت: از وقتی اومدین آسایش رو از همه گرفتین. وضعیت شما باید درست شه. همسایه ها ازتون شاکی هن. ترکوفسکی گفت: نکنه داریم راجب دیشب حرف میزنین. موسیوزی از اعتماد به نفس ترکوفسکی کفری شد. معلومه دیشب همه رو زابرا کردیم. فکر میکردم موضوع رو براتون روشن کردم، اما باید اقدام جدیتری بکنم. ترکوفسکی حرف موسیوزی رو قطع کرد. من تازه الان رسیدم، در آپارتمانم باز بود، خونم رو دوست زده، میرم اداره پلیس شکایت کنم. صاحب خونه با حالت تهدید کننده ای گفت: دیوونه شدین موسیو؟ اینجا ساختمون آبرومندیه. قصدتون دقیقاً چیه؟ با سرهم کردن قصه‌های الکی میخواین خودتون رو تبرئه کنین؟ ترکوفسکی داد زد: چیزی که میگم عین حقیقته. یه نفر به زور اومده تو آپارتمانم و همه چیزم رو برده، متوجه این؟ موسیوزی چند لحظه ساکت شد. بعد گفت: چه بد، واقعا ناراحت شدم. اما چرا پلیس؟ اینجا ساختمون آبرومندیه، مستاجرای منم آدمای شریفین. موضوع اصلا شرافت کسی نیست موسیو، من باید... شما مردم رو نمیشناسین. اگه پای پلیس به خونه باز شه، خدا میدونه چه فکرایی میکنن، چه حرفایی میزنن. پلیسا باعث میشن مستاجرها باهاتون لج کنن. فایده ای هم براتون نداره. باور کنین، به خاطر خودتون میگم. ترکوفسکی با تعجب گفت: به خاطر من؟ آره دیگه، اگه کسی سر کارش به پلیس بیفته برای همیشه متهمه. همیشه بهتون شک دارن. شاید حق با شما باشه، اما خدا میدونه بعدن چه تهمتایی بهتون میزنن. به حرفم گوش بدین. رئیس پلیس از آشناهامه. من باهاش حرف میزنم. خودش میدونه چه جوری مشکل رو حل کنه. ترکوفسکی از تعجب دهانش باز مونده بود. اعتراضی نکرد. فقط مات و مبهوت به موسیوزی نگاه کرد. موسیوزی به طرف در خورجی رفت. بدون اینکه برگرده گفت: در ضمن مستاجر قبلی بعد ساعت 10 دمپایی ابری می پوشید. هم برای خودش بهتر بود، هم برای ما. تو حیات ساختمون دعوا شده بود. ترکوفسکی از پشت پرده مخفیانه به دوای همسایه ها نگاه می کرد.
یکی از همسایه ها مهمونی گرفته بود. دعوا سر همین بود. دعوای همسایه ها اول از داد و بیداد شروع شد، اما بعد کارشون به فحاشی رسید و دعوا بالا گرفت. ترکوفسکی وحشت زده عکس العمل های غریزی همسایه ها رو نگاه میکرد. کینه و نفرت تک تک همسایه هایش رو به قاتلین بالقوه تبدیل کرده بود. قاتلینی که در به در دنبال قربانی میگشتند. دو مرد نزدیک سطر آشغال کتککاریشون شروع شد. ترکوفسکی صدای واژگون شدن سطر رو شنید. بعد صدای فریاد و ناسزا. یکی از مردها فرار کرد، اما مرد دیگر دنبالش کرد. با خشونت فراری رو گرفت و روی زمین انداخت. بعد هم با مشت و لگد به جونش افتاد. سر حریفش رو گرفته بود و محکم به زمین سیمانی میکوبید. نفس ترکوفسکی از ترس بند اومده بود. اما بالاخره پلیس سر رسید و قائله رو ختم کرد. اون شب خیلی بد خوابید. تمام شب کابوس دید. خواب دید زیر اتاقش را پله مخفیه. توی خواب از پله ها پایین رفت. پله ها به زیرزمینی تنگ و تاریک می رسیدند. وقتی می خواست برگرده دستگیره درب نرمی تکون می خورد. اما باز نمی شد. هرچی تلاش می کرد در باز نشد. از ترس بیدار شد. صدای در زدن اومد. کسی که پشت در بود چند بار دیگه به در زد. ترکوفسکی با اضطراب گفت: کیه؟ صدای زنونه ای گفت: منم. نزدیک صبح بود. خودش رو جمع جور کرد و لباس پوشید. در رو باز کرد. زن 60 ساله ای همراه دختری جوان پشت در بودن. ترکوفسکی پرسید: چی شده؟ زن مسن کاغذی توی دستش رو نشون داد. شما ازم شکایت کردین؟ شکایت؟ به خاطر سر و صدا و مزاحمت شبونه. نه 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 نه، من از کسی شکایت نکردم. زن گریه کرد و گفت: اما یکی شکایت کرده. اختاریه امروز صبح برام اومده. یکی دیگه سر و صدا میکنه. کار پیرزنه است. ترکوفسکی گیج پرسید: منظورتون کیه؟ همون پیر زنه دیگه. افریته پیر هر کاری میکنه تا از اینجا بیرونم کنن. فقط به خاطر اینکه دخترم لاله. فقط برای اینکه زبون بسته معلوله. از همون خوشش نمیاد. از همسایه پایینی هم پرسیدم. کار همسایه پایینی هم نبود. کار شما هم که نیست. پس کار خودشه. باور کنید ما اصلا سر صدایی نداریم. خودش تا صبح بیدار اسباب و اساسیه جا به جا میکنه. عمدن سر و صدا میکنه نذاره من و دخترم بخوابیم. ما توی زندگی خیلی سختی کشیدیم موسیو. اگه پیرزن بدجنس آوارمون کنه دیگه جایی واسه این زندگی نداریم. میدونی دیروز چیکار کرده؟ ها؟ میدونی؟ جارو رو گذاشته بود پشت در خونمون. دیگه نمیتونستیم بیایم بیرون. ما رو توی خونه خودمون زندونی کرده بود. اونقدر درو کشیدم که دستم درد گرفت. بعد میدونه چی گفت؟ گفت احتمالاً یادش رفته جارو رو برداره. خدایا، حالا هم رفته ازم شکایت کرده. اگه من رو بندازم بیرون چی؟ ترکوفسکی دلش برای زن بیچاره سوخت. گفت: ببینید، کسی نمیتونه بیرونتون کنه. خیالتون راحت. اصلاً کار آسونی نیست. واقعاً باور کنید ما خیلی ساکتیم موسیو. از دیوار صدا در میاد، اما از من و زبون بسته صدا در نمیاد. ترکوفسکی سعی کرد آرامش کنه. زن کمی دیگه گریه کرد. بعد تشکر کرد و با دخترش از پله پایین رفت. ترکوفسکی تا به حال اونها رو ندیده بود. یعنی کجا زندگی میکردن؟ اما قبل اینکه بتونه سر از کارشون در بیاره مادر دختر غیب شدن. ترکوفسکی به خونش برگشت. ماجرا به نظرش بودار بود. به نظرش همسایه‌ها می‌خواستن به زبان بی زبانی براش پیغام بفرستن. می‌خواستن تهدیدش کنن. با اینکه صبح زود بود صورتش رو اصلاح کرد. لباس پوشید و بی سر و صدا از پله پایین رفت. نمی‌خواست روزش رو با سر کله زدن با موسیوزی شروع کنه. از روی عادت صندوق پستیش رو باز کرد. نامه‌ای توی صندوق بود. نامه برای مادمازل شول بود. اوایل نامه‌هاش رو باز نمی‌کرد.
اما حالا فکر میکرد باید بفهمه توی نامه ها چیست. شاید توی نامه ها چیز مهمی پیدا میکرد. برای همین نامه رو باز کرد. فقط آگهی تبلیغاتی بود. نامه رو مچاله کرد و توی سطل انداخت. دلش قهوه میخواست. اما وقتی پیش خدمت گفت با نون برشته و شکلات چطورین، همون رو سفارش داد. بعد از پیش خدمت یه بسته سیگار خواست. چون سیگاری که میخواست نداشتن، مجبور شد از همونهایی که مادمازل شول میخرید بخره. روز بیکاری ترکوفسکی بود. برای همین به سینما رفت. فیلمی راجب لوی 14 بود. وقتی از سینما بیرون اومد، استلا را دید. اما استلا تنها نبود. همراه چند نفر از دوستانش از همون سینما بیرون اومدن. 3 مرد و 2 دختر جوان همراهش بودن. دلش میخواست با استلا حرف بزنه. در واقع دلش میخواست با یه نفر حرف بزنه. از وقتی دوستاش رو ندیده بود، خیلی به هم صحبت نیاز داشت. دنبال استلا و دوستاش را افتاد. اونها با شور و شوق زیاد راجع به فیلم حرف میزدن. استلا حواسش به دوستاش بود. ترکوفسکی نمیدونست چطور توجه استلا رو جلب کنه. نمیدونست اسم استلا رو صدا کنه یا نه. آخه بعضی دوست ندارن اسمشون رو توی هر مکان عمومی صدا بزنن. برای همین منتظر موقعیت مناسب بود. بالاخره نگاه استلا به سمتش برگشت. ترکوفسکی با خوشحالی گفت: سلام، خوبین؟ امیدوارم مزاحمتون نشده باشم. استلا با خوش اخلاقی گفت: نه، اصلاً. خیلی هم خوشحال شدم که دیدمتون. بعد ترکوفسکی رو به دوستاش معرفی کرد. همشون دوستان سیمون شور بودن. با اونها به خونه استلا رفتن. آپارتمان استلا خیلی دور نبود. استلا توی خونش از همه پذیرایی کرد. بعد هم با هم راجع به سیمون شور حرف زدن. ترکوفسکی با دقت به حرفاشون گوش میداد. کوچکترین جزئیاتی راجع به سیمون شور براش جالب بود. برای همین بیشتر در موردش پرسجو کرد. همه جواب‌ها رو در ذهنش ثبت می‌کرد. برای مثال سیمون از موسیقی جاز متنفر بود برعکس خودش. کتاب‌های تاریخی می‌خوند. عاشق سمفونیای بتهوون هم بود. هرچی بیشتر در مورد سیمون می‌فهمید، حس بهتری داشت. دونستن براش حکم مکاشفه رو داشت. وقتی برگشت، سرایدار پشت پنجره منتظر اومدنش بود. تا اون دید از پشت شیشه براش دست تکون داد. بعد پنجره رو باز کرد و گفت: موسیا ترکوفسکی. سرایدار هیچ وقت سین ترکوفسکی رو ادا نمی کرد. ترکوفسکی به سمت پنجره سرایدار رفت. سرایدار پرسید: مادام دیاز رو دیدین؟ اسم مادام دیاز به گوشش آشنا نبود. نه. چی شده؟ مهم نیست. دنبالتون می گشت. خودم بهشون میگم اومدین. میخوان باهاتون حرف بزنن. با من؟ راجب چی؟ خودش بهتون میگه. سرایدار رفت تو و محکم پنجره رو بست. حسابی کنجکاویش گل کرده بود. با عجله از پله‌ها بالا رفت. لباسش رو عوض کرد. بعد روی تخت نشست. نیم ساعت همونطور روی تخت منتظر مادام دیاز موند. بدون اینکه کار خاصی بکنه، آخر سر خسته شد. از جاش بلند شد. کلافه توی اتاق پرسه زد. یه دفعه چشمش به تصویرش توی آینه افتاد. سرش رو چند بار چپ و راست تکون داد. به صورتش دست کشید. موی زیر کنار دماغش رو کند. بعد جوش سرسیه روی پیشونش رو خالی کرد. اما دوباره حوصله‌اش سر رفت. روی تخت راست کشید. چشمهاش رو بست. ولی خوابش نبرد. حتی برای خودش قصه تعریف کرد. قصه راجب سواری بود که با شمشیر همه رو میکشت و جلو میرفت. قصه به جای هیجان انگیزش رسیده بود که در زدن. مادام دیاز پیرزن ترسناکی بود، با چشمهای قی کرده و دماغی که نوکش تا پایین لبش می رسید. ترکوفسکی مؤدبانه از مادام دیاز دعوت کرد برود تو. اما مادام فوری رفت سر اصل مطلب. کاغذی رو سمت ترکوفسکی گرفت. از اون خواست که امضاش کنه. کاغذ شکایت نامه بود. توی کاغذ از مادام گادریان نامی به خاطر سر و صدای زیاد شکایت شده بود. ترکوفسکی خونش به جوش اومد. مادام دیاز چطور جرأت میکرد از او چنین چیزی رو بخواد؟ اما به خودش مسلط شد. صاف ایستاد و گفت: ببخشید. من امضا نمی کنم. خانمی که میگی تا به حال مزاحمتی برام نداشته. اصلا نمیدونم تو کدوم واحده. پیرزن با عصبانیت گفت:
هر طور میلتونه. مجبورتون نمی کنم. خودمون به حسابش می رسیم. بعد کاغذ با ارزشش رو از دستهای ترکوفسکی بیرون کشید و رفت. ترکوفسکی هنوز از ناراحتی می لرزید. در رو محکم به هم کوبید و گفت: عوضی ها، خجالت نمی کشین؟ چه انتظارایی دارن؟ می خوان همه مثل مرده ها روی زمین دراز بکشن. دلش نمی خواست توی آپارتمان لعنتیش بمونه. لباساش رو پوشید و بیرون زد. اما بعد از شام مجبور شد دوباره به آپارتمانش برگرده. شب بعد دوباره زن محسن و دختر لالش زنگی در رو زدن. زن محسن دیگه گریه نمی کرد. در عوض چشمهایش سرد و بیروح بودند. زن گفت: دیدین موسیو؟ بهتون گفته بودم بالاخره کار خودشونو کردن. دیدین موسیو؟ بهتون گفته بودم بالاخره کار خودشونو کردن. من باید از اینجا برم. پیر زن خبیث از همه همسایه ها امضا گرفته. فقط شما امضا نکردین. اومدم ازتون تشکر کنم. شما مرد خوبی هستین. ولی منم تلافی کردم. حال همشونو گرفتم. مخصوصا حال سرایدار بدذات رو. حسابم رو با همشون صاف کردم. توی همه طبقه ها خرابکاری کردم. از بالا تا پایین. غیر طبقه شما. آخه شما مرد خوبی هستین. ترکوفسکی وحشت کرد. اتفاقا کار زن ترکوفسکی رو متهم میکرد. جلوی همه خونه ها کثیف بود غیر از خونه اون. نفس زنان پرسید: کی این کارو کردین؟ زن خندید و گفت: دو سه دقیقه پیش. حقشونه. حیف که نمیمونم تا قیافه هاشونو ببینم. مخصوصا قیافه سریداره رو. بعد همراه دخترش از پله ها پایین رفت. عجب فاجعه ای. فقط همینو کم داشت. نزدیک بود دیوونه بشه. راپله رو نگاه کرد. میخواست مطمئن بشه که زن راست گفته. توی راپله باریکه زرد رنگ زیگزاگی از بالا تا پایین ادامه داشت. ترکوفسکی سرش رو با دست گرفت و زیر لب گفت: ای وای، همه فکر میکنن کار منه. باید یه کاری بکنم. نمیشد پله ها رو تمیز کنه. هر لحظه ممکن بود یکی از همسایه ها سر برسه. به جاش با تکه مقوایی کمی از کثافتی که روی پله های طبقه دوم ریخته بود رو برداشت. حالت تهوع گرفت. قلبش تون تون می زد. چاره ای نداشت. باید کارش رو کامل می کرد. محتویات مقوا رو روی پاگرد طبقه خودش خالی کرد. بعد مقوا رو توی سطل زباله حیاط انداخت. وقتی به خونه برگشت بیشتر شبیه مرده ها بود تا آدم زنده. زود به تختش رفت و پتو رو روی سرش کشید. صبح روز بعد با زنگ ساعت بیدار شد. از یادآوری اتفاقات دیشب حالش بد شد. اما موقع رفتن سر کار اثری از اتفاقات شب پیش توی راپله ها نمونده بود. فقط از پله های چوبی نمدار بوی مواد ضد عفونی به مشام می‌رسید. ترکوفسکی مریض بود. چند روزی بود که حال و روز خوشی نداشت. اما به روی خودش نمی آورد و می رفت سر کار. تب و لرز داشت. لرزشش از کمر و ستون فقرات شروع می شد، بعد به آرواره هاش می رسید. یه لحظه توی تب می سوخت، لحظه بعد عرق سرد روی تنش می شست. گوشش مدام وزوز می کرد. وقتی از پله بالا می رفت نفسش بند می اومد. مریضیش روز به روز وخیمتر می شد. دیگه نمی شد بیماریش رو نادیده بگیره. بنابراین به دکتر رفت. دکتر از علت بیماریش حرفی نزد، فقط براش چند جور قرص نوشت. ترکوفسکی با خوشبینی قرص‌ها رو سر ساعت می‌خورد. اما از اثر قرص‌ها خبری نبود. با اینکه گرمش بود، پتو رو تا نزدیکی دماغش بالا می‌کشید. خودش رو مثل توپ زیر پتو گوله می‌کرد. هوشیاریش بیشتر و صدای تپش قلبش بلندتر شده بود. چند شب بعد حالش بدتر شد. خیس عرق از خواب پرید. دندون‌هاش از سرما به هم می‌خورد. از تبل و پاش گل انداخته بود. نا نداشت از جاش تکون بخوره. به زحمت چای درست کرد و دو تا قرصهاش رو خورد.
دوباره به اتاق خواب برگشت. چراغ رو خاموش کرد. وقتی توی تاریکی دراز کشید احساس کرد اتاق کوچک و کوچکتر میشه. تا اینکه به اندازه تابوتی تنگ شد. دیوارهای اتاق به اون فشار می آوردند. احساس خفگی کرد. با زحمت کلید چراغ رو پیدا کرد و زد. اندازه اتاق دوباره به حالت عادی برگشت. چند بار نفس عمیق کشید تا حالش جا بیاد. یه بار دیگه چراغ رو خاموش کرد. اما باز دیوارها در خود فشارش دادن. قبل از اون که نفسش بند بیاد چراغ رو روشن کرد. بالاخره تصمیم گرفت با چراغ روشن بخوابه. اما فایده ای نداشت. توی روشنایی فضای بین اسباب و اساسیه تغییر کرده بود. باز هم احساس خفگی کرد. نه به خاطر تنگ شدن اتاق، این بار به خاطر خلأ حاکم بر فضای اتاقش نفسش در نمی اومد. سعی کرد دست و پاش رو تکون بده. میخواست از کابوس وحشتناکش نجات پیدا کنه. اما فایده ای نداشت. تمام شب وضعیت آزاردهنده ای رو تحمل کرد. نزدیک صبح خوابش برد و تا غروب روز بعد بیدار نشد. غروب از سر و صدای کارگرانی که سقف شیشه‌ای حیاط رو تعمیر می‌کردن بیدار شد. سعی کرد از جاش بلند شد. خیلی ضعیف شده بود. فکر کرد شاید از گرسنگیه. اما ته دلش می‌دونست دلهره‌ای بی کسی اونو از پا انداخته. کسی نبود نازش رو بکشه. ازش مراقبت کنه یا دلداریش بده. تایکوفسکی تنها بود. تنها. مثل کسی که منتظر مرگ. اگه میمرد هیچ کس خبردار نمیشد. شاید یه هفته یا حتی یک ماه بعد جنازش رو پیدا میکردن. شاید هم یکی از همسایه ها یا صابخونش. فکر کرد حتی با مردنش هم از شر آپارتمان لعنتی خلاص نمیشه. سعی کرد جلوی فکرهای ناامید کننده رو بگیره. شاید بی خودی همه چیزو بزرگ کرده بود. شاید اونقدر هم تنها نبود. اما هرچی دنبال نکته مثبتی در زندگیش گشت فایده ای نداشت. توی جزیره متروک گیر افتاده بود. حتی دیگه خودش رو نمیشناخت. از خودش عصبانی شد. به جای دلسوزی برای خودش از جاش بلند شد. لباسش رو پوشید و از پله‌ها پایین رفت. ناگهان در برابرش راه پله‌های تنگ و بیشماری از پلکان اصلی منشعب شده بود. راه‌های پیچ تر پیچ و ترسناک. ته هیچ کدومشون هم معلوم نبود. هر طرف میرفت به جایی نمیرسید. پله‌ها مثل کلنگ شده بودن. ترکوفسکی خسته شد. از نفس افتاد. نمیدونست چقدر توی اون راهروهای دوزخی سرگردانه. یه بند پله ها رو بالا پایین میکرد. همسایه هاش یواشکی توی راه رو سرک میکشیدند. از در و دیوار صدای خنده و ریشخند میومد. اما اون بین پیچ های تمام ناشدنی پله ها گیر افتاده بود. تنها چیزی که میخواست برگشتن به رخت خوابش بود. سرش گیج میرفت. پاهاش میلرزید. بالاخره با آپارتمانش برگشت. حتی کفش‌هایش رو در نیاورد. با کفش زیر پتوش خزید. دندون‌هاش از سرما به هم می‌خوردند. از پنجره کنار تختش بیرون رو نگاه کرد. سیمون شول توی حیاط بود. از توی حیاط براش دست تکون داد. بعد نوارهای زخم‌بندی صورتش رو باز کرد و لبخند زد. ترکوفسکی چشماش رو بست. نمی‌خواست چیزی ببینه. حس عجیبی داشت. ترسش به خاطر دیدن شبح سیمون شول نبود. تب داشت و تب باعث توهم می شد. اما واقعا احساس کرده بود زن تو حیات سیمون شوله. زن از توی حیات به اون نگاه می کرد. دست کم می داد و لبخند می زد. اما وقتی بیشتر وحشت زده شد که همزمان خودش رو دید. مردی پشت پنجره. شاید خودش بود و یا شاید همزادش. چشمهای همزادش با ترس غیر قابل بیانی ترسناک شده بود. چشمهایش رو بست و سعی کرد بخوابه. وقتی بیدار شد، تبش کم شده بود. باید به روال عادی زندگی برمیگشت، اما کار سختی بود. احساس میکرد بعد از تب شدیدی که گذرانده بخشی از وجودش نابود شده. پاش رو توی دمپایی ابریش کرد، برای خودش چای درست کرد. هنوز برای رفتن سر کار ضعیف بود. کارگرها توی حیاط چکش کاری میکردن. ترکوفسکی کنار پنجره رفت. یه حب قند توی دهانش گذاشت و چایش رو سر کشید. دو کارگر توی حیاط مشغول بودند. اتفاقی چشم کارگرها به پنجره یه طبقه پنجم افتاد. با دیدن ترکوفسکی خنده بلند و زشتی کردند. ترکوفسکی اول فکر کرد اشتباهی شده. اما وقتی دقت کرد فهمید کارگرها او رو مسخره میکنند.
با عصبانیت بهشون اخ میکرد. اما کارگرها همونطور میخندیدن. پنجره رو باز کرد تا کمر روی حفاظ آهنی خم شد. صدای خنده کارگرها بلندتر شد. دستهاش از عصبانیت میلرزید. فنجان از دستش افتاد و شکست. قهقهه کارگرها اوج گرفت. با وحشت فکر کرد چرا؟ مگه چه خطایی کرده؟ رفتار کارگرها زشت و غیر قابل تحمل بود. داد زد: چیه؟ چی شده؟ به چی میخندید؟ کارگرها همونجور که میخندیدن برگشتن سر کارشون. ترکوفسکی پشت پنجره خشکش زده بود. انگار پاهاش کنار پنجره ریشه کرده بودند. نمیفهمید دلیل رفتار زشت کارگرها چیه. به طرف آینه رفت تا خودش رو در آینه ببینه. تا خودش رو دید داد کشید و از حال رفت. وقتی دوباره به هوش اومد تمام بدنش درد میکرد. از جاش بلند شد. حالا علت خنده کارگرها رو میفهمید. به آرایش سنگین صورتش نگاه کرد. لبهاش با ماتیک قرمز و لپاش با قشر زخیمی از سرخاب پوشیده شده بود. طول مژه‌هاش با ریمل دو برابر شده بود. ترس مثل گوله توی گلوش گیر کرد. باید از ته دل فریاد میکشید. چیزی نمونده بود با چاقو حنجرش رو پاره کنه. چطوری به این حال روز در اومده بود؟ ترکوفسکی که خوابگرد نبود. تازه لوازم آرایش رو از کجا آورده بود؟ دیوانه وار آپارتمان رو گشت. خیلی زود چیزی که میخواست پیدا کرد. لوازم آرایش سیمون شول توی کشوی میز توالتش بود. وحشیانه هر چی توی کشو بود رو روی میز خالی کرد. شیشه های توی کشو با سر و صدای زیادی شکست. همسایه‌ها فوری با مش به دیوار کوبیدند. حس میکرد دیوونه شده. برای همین با صدای بلند خندید. همسایه‌ها محکم‌تر به دیوارش کوبیدند. دیگه نخندید. چیزی که به سرش اومده بود خنده‌دار نبود. از عرق زیاد لباس‌هایش به تنش چسبیده بودند. لبه تخت نشست. همه چیز رو از اول مرور کرد. همسایه‌ها آرام آرام ازش سیمون شول دومی ساخته بودند. هویتش رو تغییر داده بودند. رویش رو ضعیف کرده بودند. اعتماد به نفس، عقل و قدرت تصمیم گیریش رو گرفته بودند. ترکوفسکی هم مثل احمق توی دامشون افتاده بود. به جزئیات ماجرا فکر کرد. همه چیز زیر سر همسایه‌هاش بود. سرقت از آپارتمانش و قضیه آشغال‌ها، زن مسن و دختر لالش، همه چیز. همسایه‌ها مجبورش کرده بودند دمپایی ابری بپوشه، دوستاش رو کنار بگذره. حتی پیش خدمت کافه هم با همسایه‌ها همدست بود. وادارش کرده بود به جای قهوه شکلات بخوره. به جای سیگار خودش سیگار سیمون رو بکشه. حالا هم از تب و بیماریش استفاده کرده بودند. ترکوفسکی رو شبیه زن‌ها آرایش کرده بودند. احتمالاً صاحبخانه رهبرشون بود. اما سرایدار و مادام دیاز چی؟ نقش زن موسن و دختر لالش چی بود؟ مثل اون قربانی بودند یا مأمور همسایه ها؟ اما چرا؟ همسایه ها برای چی کمر به نابودیش بسته بودند؟ مگه ترکوفسکی چه بدی در حقشون کرده بود؟ شایدم خصومت شخصی در کار نبود و ترکوفسکی فقط یه مگس بود. مگسی که توی تار عنکبوت گیر افتاده بود. ساختمون تله بود. همه همسایه ها هم مثل اجزای ماشینی برای مجازات و نابودیش همکاری می کردن. فقط همین. فکر کرد چندمین قربونیه. چه برای سر سیمون شول اومده؟ مستجرهای قبل از سیمون شول چی؟ اون هم قربونی شده بودن؟ هزار تا سوال بی جواب توی ذهن ترکوفسکی شکل گرفت. اما مثل روز براش روشن بود همسایه ها میخوان اون هم مثل سیمون شول خودکشی کنه. مثل سیمون شول خودش رو از پنجره پرت کنه. کارگرها هم برای همین سقف شیشه ی حیاط رو تعمیر میکردند. برای اون، برای مرگش. سرش گیج رفت. نه نه نه، ترکوفسکی قصد نداشت بمیره. نمیخواست خودکشی کنه. فکر کرد پیش پلیس بره. اما چی میگفت؟ مدرکی نداشت. چطور ادعاش رو ثابت میکرد؟ باید فرار میکرد. اما کجا؟ تازه پولش چی میشد؟ باید راه دیگری پیدا میکرد. باید مستاجر دیگری پیدا میکرد و میرفت. اما چه بلایی سر مستاجر بعدی میومد؟ ولی اگه میخواست زنده بمونه باید میرفت. اما نباید همسایه‌ها از تصمیمش بویی میبردند.
باید همونطور که همسایه‌ها می‌خواستن رفتار می‌کرد. باید با همون سر و وضع و صورت آرایش کرده توی حیات می‌رفت. شاید برای نجات جونش قیمتی می‌پرداخت. حالا ترکوفسکی یک قدم از همسایه‌هاش جلوتر بود. اون از توطئه همسایه‌هاش با خبر بود. می‌دونست می‌خوان اون رو به آدم دیگری بدل کنن. بعد وادارش کنن خودکشی بکنه. باید مثل همسایه‌ها نقشه می‌کشید و نقش بازی می‌کرد. کلاه کیسه زنونه‌ای خرید و روی سرش گذاشت. انتظار داشت مردم به خاطر قیافش بهش زل بزنن. اما کسی بهش توجهی نکرد. ترکوفسکی مصمم بود توی بازی بمونه و همسایه‌ها رو شکست بده. لباس زنانه و جفتی کفش پاشنه بلند هم خرید. باید همسایه‌هاش رو می‌ترسوند. اونها باید می‌دیدن چه بلایی سرش آوردن. از پله‌ها بالا رفت. هیجان زده بود. بلند خندید. صداش بم و مردونه بود. باید تمرین میکرد با صدای نازک زنونه حرف بزنه. جلوی آینه حرفایی رو که معمولا زنها میزنن رو تمرین کرد. لباس و کفشی که خریده بود رو پوشید. با تعجب به خودش نگاه کرد. به همین سادگی یکی دیگه شده بود. دیگه خودش رو نمیشناخت. خودش رو روی تخت انداخت و گریه کرد. اونقدر گریه کرد که خوابش برد. اما کمی بعد از درد بیدار شد. اولش نفهمید منشأ درد کجاست. همه جا رو خون گرفته بود. ملافه ها از خون و بزاق دهانش خیس شده بودند. جای خالی دندان جلویش زغزغ می کرد. به جای خالی دندونش تو آینه نگاه کرد. از دیدن قیافش توی آینه حالت تهوع پیدا کرد. بدون اینکه بدون چرا توی اتاق راه می رفت و گریه می کرد. خون بالا می آورد. اونقدر ترسیده بود که از خود بی خود شده بود. مطمئن بود کسی به اتاقش اومده. شاید هم چند نفر. روی سینش نشسته بودن و دندونش رو کشیده بودن. فکرش هم ترسناک بود. اما دندونش کجا بود؟ ملافه و روبالشی خونی رو به امید پیدا کردن دندون زیر رو کرد. یه دفعه فهمید باید کجا رو بگرده. دهانش رو شست، بعد سراغ کمد رفت. کمد رو جابجا کرد. از سراغ پشت کمد دوتا دندون بیرون آورد. مدتی به دندونهای خون‌آلود نگاه کرد. نتونست بفهمه کدوم دندون خودشه، کدوم دندون سیمون. ترکوفسکی حس کرد به زمان اجرای مراسم اعدامش چیزی نمونده. خیلی احمقانه رفتار کرده بود. باید به همسایه‌هاش نشون میداد نمیتونن سیمون شول دیگری ازش بسازن. آرایش صورتش رو شست. کت شلوار تمیزش رو پوشید و بیرون رفت. اتفاقی موسیوزی رو دم خونش دید. موسیوزی بازم ازش شکوه و گلایه داشت. ترکوفسکی خیلی جلوی خودش رو گرفت تا حرفی نزنه. نباید موسیوزی و همسایه‌ها می‌فهمیدن ترکوفسکی از نقششون با خبره. در جواب قرولندهای موسیوزی گفت سوء تفاهم شده. بعد پشتش رو کرد و از پله‌ها پایین رفت. به کافه اون طرف خیابون رفت. پیشخدمت بدون سوال برای شکلات و نون برشته بود. اما ترکوفسکی گفت امروز قهوه می‌خواد. پیشخدمت متعجب نگاهش کرد. بعد با رئیس کافه حرف زد. پیش خدمت دوباره برگشت و گفت قهوه جوش خرابه. اشکالی نداره. چایی برام بیار. پیش خدمت سفارش ترکوفسکی رو براش برد. ترکوفسکی یواش یواش و با لذت چایش رو مزمزه کرد. بعد با آپارتمانش برگشت. چند روز بعد احضاریه‌ای براش اومد. ترکوفسکی فکر کرد موضوع سرقته. با عجله به پاسگاه پلیس رفت. اما رئیس پلیس سرش داد کشید. همسایه ها ازتون شکایت کردن آقا به خاطر مزاحمت های شبونه. ترکوفسکی شوکه شد. حتما اشتباه شده قربان. من کارمندم. شبا زود میخوابم که صبح زود بیدار بشم. تک و تنها زندگی میکنم. دوست آشنایی هم ندارم که بیان خونه ای من. من سر و صدایی ندارم. رئیس پلیس بی‌حوصله گفت شاید، ولی اینا به من ربطی نداره. چند نفر ازتون شکایت کردن. وظیفه من اینه یه بار برای همیشه بهتون تذکر بدم. متوجه این؟ اولین بار فقط اختاره. اما دفعه بعد مجبورم جور دیگه‌ای برخورد کنم. شیر فهم شد آقا؟ رئیس پلیس بعد از جواب مثبت ترکوفسکی مرخصش کرد. ترکوفسکی هم تشکر کرد و بیرون رفت. موقع برگشتن سرایدار را توی راه رو دید. به سرایدار گفت کی ازم شکایت کرده؟ سرایدار با خونسردی گفت موسیو تقصیر خودتونه. نباید اینقدر سر صدا را مینداختین. پس واقعا ازم شکایت کردن. همون مادام دیاز دیگه.
من چیزی نمیدونم. پس من رو بازخواست نکنین. وقت بخیر موسیو. سرایدار به اتاقش رفت و در رو محکم بست. حتما همسایه‌ها می‌خواستن اون رو کله پا کنن. همه‌شون هم دست بودن. نباید تسلیم می‌شد. باید مثل گذشته رفتار می‌کرد. مثل خودش. اما تغییر کرده بود. نه فقط رفتارش، افکارش هم دستخوش تغییر و تحول شده بود. باید دوباره خودش رو پیدا می‌کرد. با خودش تکرار کرد. باید دوباره خودم بشم. 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 یاد دوستاش افتاد. باید دوباره دوستاش رو میدید. برای همین به پاتوق قدیمیشون رفت. رستورانی توی مرکز شهر. وقتی وارد رستوران شد، دوستاش اسکوپ و سایمن رو سر جای همیشگیشون دید. فقط صندلی اون خالی بود. هر دوشون وقتی ترکوفسکی رو دیدن براش دست تکون دادن و خوش آمد گفتن. ترکوفسکی قدری عصبی و دستپاچه بود. اما طرفشون رفت و سر میزشون نشست. سایمن فوری گفت: از شر همسایه‌های نخالت خلاص شدی؟ اسکوپ گفت: یه هفته است نرفتی سر کار. گفتن مریضی. مریض بودی ناکس یا خودتو به مریضی زدی؟ اسکوپ و سایمن خندیدن. ترکوفسکی با خجالت لبخند زد. سر میز احساس غریبگی میکرد. اسکوپ و سایمن همون حرفای سابق رو میزدن. همون غذای سابق رو سفارش داده بودن. چیزی تغییر نکرده بود. ترکوفسکی بود که دیگه مثل سابق نبود. به جای فیله ماهی و سالاد سیب زمینی همیشگی، استیک با سس قارچ سفارش داد. سایمون با تعجب بهش نگاه کرد. اسکوپ با صدای بلند خندید و گفت: بها رفیق ما رو باش. چه بلایی سر ذائقت اومده. کلن تغییر کرده. ترکوفسکی به زور خندید. حواسش بیشتر به خاکستر توی لیوانش بود. پیش خدمت رو صدا کرد تا لیوان دیگری برش بیاره. موقعی صرف غذا چیزی برای گفتن پیدا نکرد. از حرفای سایمون و اسکوپ هم سر در نمی آورد. دوستانش درباره ماجراهای غیر قابل فهم و آدمهای ناشناس حرف می زدن. برای همین موقع خدافیزی احساس راحتی کرد. اسکوپ و سایمون پرسیدن فردا هم میاد یا نه. خیالشون رو راحت کرد. گفت سرش اونقدر شلوغه که نمیتونه. بعد هر کس برای خودش رفت. ترکوفسکی پیاده به اسکله رفت. قدیما هر وقت حوصله‌اش سر میرفت توی اسکله پرسه میزد. اما اسکله به نظرش دلگیر و کثیف شده بود. پیاده روی توی اسکله افسردهش کرد. چند تا بچه با قایق‌های کوچیکشون کنار آب بازی میکردن. قایق بادبانی پسر بچه‌ای به کشتی موتوری دوستش خورد و واژگون شد. پسر بچه گریه کرد. گریه پسرک براش خوشایند بود. عزت غریبی براش داشت. احساس میکرد اشکای پسر برای اونه. دلش میخواست پسر بچه رو تشویق کنه بیشتر گریه کنه. اما دختر جوانی سر رسید. چیزی زیر گوش بچه گفت. پسرکم لبخند زد و گریهش بند اومد. دختر جوان موهای پسرک رو نوازش کرد و دور شد. ترکوفسکی عصبانی شد. از صندلیش بلند شد. به طرف پسر رفت. تنه محکمی به بچه زد. پسرک با چشمهای گرد به ترکوفسکی نگاه کرد. ترکوفسکی سرش داد زد. بی چشم روی نیم وجبی. بعد پای پسر بچه رو لگد کرد و دور شد. پسر بچه دوباره به گریه افتاد. ترکوفسکی باقی روز رو توی خیابون‌های نزدیک خونه سابقش پرسه زد. دنبال خاطراتش می‌گشت. دنبال خودش. اما چیزی یادش نیومد. دیر وقت به آپارتمانش رسید. از خونه شوم طبقه پنجم بیزار بود. اما تمام روز راه رفته بود و خسته بود. وارد حیاط شد. اونقدر تاریک بود که چیزی نمی‌دید. احساس کرد که کسی نزدیکش نفس می‌کشه. خودش رو متقاعد کرد صدای نفس‌های خودشه. روی دیوار دنبال کلید برق گشت و کلید رو زد. با روشن شدن حیاط زن سیاه پوشی رو دید که کنار سطل زباله نشسته. از چشمای زن آتیش می‌برید. زن به ترکوفسکی خیره شده بود. ترکوفسکی از ترس ناله‌ای خفه کرد. زن هم جیغ کشید. ترکوفسکی فرار کرد اما لیز خورد و روی زمین ولو شد. دوباره چراغ خاموش شد. زن هم سطر آشغال رو روی سر ترکوفسکی واژگون کرد و اون رو زیر آشغال ها مدفون کرد. خواست قلط بزنه اما دستی محکم گلوش رو فشار داد.
زبانش از دهانش بیرون زده بود. صدای خرخر گلوش رو میشنید. بعد چیزی محکم به سرش خورد و بیرون. وقتی به هوش اومد تو آپارتمان خودش بود. لباس زنونه تنش کرده بودند. آرایش غلیظی هم داشت. همه چیز برای قربانی کردنش آماده بود. همسایه ها مصمم بودند ترکوفسکی رو به سیمون شول تبدیل کنند. تعمیر سقف حیاط هم تمام شده بود. اما چطور میخواستن کارش رو یکسره کنن؟ ترکوفسکی نمیخواست بمیره. نمیخواست خودکشی کنه. پس چرخه هنوز کامل نشده بود. یه دفعه چراغ‌های حیاط روشن شد. از توی حیاط صدای اسبی میومد که چهار نعل میتاخت. با وحشت به پای نگاه کرد. مرد اسب سوار صورتش رو پوشانده بود. جسدی هم از پشت اسب آویزون بود. دست و پای جسد رو بسته بودند. حیاط شلوغ بود. همه همسایه‌ها توی حیاط جمع شده بودند. همسایه‌ها پنجره او رو به مرد اسب سوار نشون دادند. بعد چراغ ها دوباره خاموش شد. ترکوفسکی حد زد احتمالاً مرد اسب سوار جلادشه. فکر کرد جلادش آروم از پله‌ها بالا میاد، در رو میشکنه و با وجود التماس زاری ترکوفسکی اون رو از پنجره بیرون میندازه. بعد بدنش روی سقف شیشه‌ای میفته و هزار تراشه شیشه توی تنش فرو میره. وحشت کرد. همونطور که میلرزی به طرف کمد دوید. با زحمت زیاد کمد رو پشت در گذاشت. لباس زنونه امکان حرکت آزادانش رو گرفته بود. لباسش رو عوض کرد. کسی در زد. ترکوفسکی برای محکمکاری دوتا صندلی دیگر هم به کمد تکیه داد. بعد صدای ضربات بلند شد. از همه طرف به کف، سقف و دیوارهای آپارتمانش میکوبیدند. هر چی میگذشت ضربات وحشیانه تر میشد. بعد یکی شیشه پنجره شد. دست کوچک و پشمالویی از شیشه شکسته تو اومد. ترکوفسکی با چاقو آشپزخانه چند ضربه به دست پشمالو زد. دست بیرون رفت. بعد صدای خنده اومد. احتمالاً همسایه‌ها دستکشی رو سر چوب زده بود. حالا هم به حماقت ترکوفسکی میخندیدن. ترکوفسکی سرش رو با دست گرفت و نشست. صدای چکه ی آب عصبیش کرد. از جاش بلند شد. اما شیرهای آب چکه نمی کردند. برای پیدا کردن صدای آزاردهنده سمیج همه ی سوراخ سنبایی خونه رو گشت. سقف خونه بود که چکه می کرد. قطره ی درشت سرخ رنگی روی صورتش افتاد. خون بود. ترکوفسکی چند قدم عقب رفت. چکه کردن خون از شکاف سقف تندتر شده بود. پس میخواستن ترکوفسکی رو توی خون غرق کنن. شاید هم میخواستن وادارش کنن در رو باز کنه. اما ترکوفسکی در رو باز نمیکرد. به هیچ وجه. از پنجره به حیاط نگاه کرد. توی حیاط صندوقهای چوبی رو با اندازهای مختلف روی هم چیده بودن. هر کدوم از همسایه ها هم روی یکی از صندوقها جنبات میزده بود. ترکوفسکی مادم دیاز و موسیو زی را شناخت. همسایه ها حرکات عجیبی میکردن. شبیه مراسم آیینی بالا پایین میپریدند و صداهای عجیب از خودشون در میآوردند. ترکوفسکی برای اینکه دیوونه نشه جدول ضرب را از حفظ خوند. شعرهایی که بلد بود رو زیر لب زمزمه کرد. نباید کنترل اعصابش را دست میداد. بالاخره با روشن شدن هوا طلسم باطل شد. همه چیز به حالت عادی برگشت. ترکوفسکی پشت در گوش ایستاد. وقتی مطمئن شد کسی پشت در نیست، با تمام سرعت به سمت در خروجی ساختمان دوید. از ساختمان بیرون اومد و فرار کرد. اگه میخواست زنده بمونه، باید از خیر پولش هم میگذشت. ترکوفسکی میدونست باید فرار کنه. اما فقط گفتنش راحت بود. کجا میرفت؟ قیافه تمام کسایی که میشناخت رو مجسم کرد. همشون سرد و بی‌اعتنا بهش ظلم میزدن. ترکوفسکی دوستی نداشت. توی دنیای به این بزرگی برای کسی مهم نبود. فکر کرد وقتی اونقدر بدبخته چرا باید زنده بمونه؟ بهتر نبود پیش جلادش برمیگشت؟ یه دفعه یاد استلا افتاد. اگه استلا حال روزش رو میدید حتما راهش میداد. در قلبش محبت و علاقه عمیق نسبت به استلا حس کرد. چشمهاش تر شد. استلای بیچاره. اونم به اندازه ترکوفسکی تنها بود. یه بار به خونه استلا رفته بود و خانه‌اش رو بلد بود. کمی طول کشید تا خانه رو پیدا کنه. وقتی جلوی خونه رسید، مردد شد. معلوم نبود استلا ازش استقبال میکنه یا نه. حتی ممکن بود خونه نباشه. شاید هم مهمون داشته باشه یا اصلا مریض باشه. اگه کسی دیگه‌ای در رو باز میکرد،
چی میگفت؟ باید همه احتمالات رو در نظر میگرفت تا غافلگیر نشه. بالاخره در زد و اصطلاح خودش در رو باز کرد. موهاش نامرتب بود و چشمهاش پفدار بود. ترکوفسکی گفت خواب بودی؟ بیدارت کردم؟ استلا شونش رو بالا انداخت و گفت بی خیال، مهم نیست. ترکوفسکی گفت میشه لطفی در حقم بکنی؟ میشه 2 روز به هم جا بدی؟ قول میدم خیلی تو دست و پات نباشم. استلا قیه چشمش رو پاک کرد و گفت چیزی شده؟ نه، یعنی آره، من جایی ندارم بمونم، ولی به محض اینکه جایی پیدا کنم میرم. استلا از جلوی در کنار رفت و گفت آره؟ حتما، بیا تو. استلای مهربان برایش بالش و پتو آورد تا روی کاناپه بخوابه. بعد به رخت خوابش برگشت. ترکوفسکی توی آپارتمان استلا احساس امنیت و آسایش میکرد. صبح روز بعد استلا سر کارش رفت، اما ترکوفسکی توی خونه موند و به همه جا سرک کشید. وقتی استلا برگشت با هم شام خوردند و تلویزیون تماشا کردند. زندگی دوباره به ترکوفسکی لبخند میزد. آرامش به زندگیش برگشته بود، ولی آرامشش فقط 1 روز دوام آورد، چون روز بعد وقتی استلا رفته بود سر کار کسی در زد. ترکوفسکی در رو باز نکرد، اما کسی پشت در بود که دست بردار نبود. ترکوفسکی 4 دست و پا خودش رو پشت در رسون. با ترس و لرز از سوراخ کلید بیرون رو نگاه کرد. فقط دکمه پالتوی مرد پشت در رو دید. صدای مرد آشنا بود. صدا شبیه صدای موسیوزی بود. عرق سردی روی پیشونش نشست. موسیوزی اینجا چه کار میکرد؟ ترکوفسکی رو از کجا پیدا کرده بود؟ یعنی تا اینجا تعقیبش کرده بود؟ نه، امکان نداشت. موقعی اومدن خیلی مراقب بود. یعنی موسیوزی از آشنایی استلا بود؟ یه لحظه قلبش از حرکت ایستاد. نکنه همه ی اینها زیر سر استلا باشه. با دست جلوی دهانش رو گرفت که ناله نکنه. حق باز لعنتی. استلا دوست صمیمی سیمون بود. احتمالا همسایه‌هاش رو میشناخت. ترکوفسکی رو لو داده بود تا انتقام دوستش رو بگیره. اما انتقام چه چیزی رو؟ شاید هم استلا اصلا دوست سیمون شل نبود. شاید از اول با همسایه‌ها هم دست شده بود. شاید توی کشتن سیمون شل هم دست داشت. به هر حال موسیوزی دنبالش اومده بود. اومده بود رو به مسلخش ببره. ترکوفسکی یک بار دیگه توی تله افتاده بود. تمام بدنش می‌لرزید. بالاخره موسیوزی رفت. ترکوفسکی گوشش رو به در چسبوند. دور شدن قدم‌های موسیوزی رو شمرد. همسایه‌ها باز پیداش کرده بودن. باید فرار می‌کرد. اما بدون پول کجا می‌رفت؟ دیوانه‌وار آپارتمان استلا رو زیر رو کرد. توی کیف قدیمی کمی پول بده کرد. بدون عذاب وجدان پول رو برداشت و توی جیبش گذاشت. ماده سگ لعنتی حقش بود. یواش در رو باز کرد و با احتیاط از ساختمان بیرون اومد. مراقب بود کسی تعقیبش نکنه. توی هتلی ارزان با نام مستعار اتاق گرفت. اتاقش طبقه 6 هتل بود. خیلی خسته بود. خوابید. اما کابوس رهایش نمی کرد. دوباره بیدار شد. جانوران ریزی که بعد از مرگ بدنش رو می‌خوردن یک سره جلوی چشمش رژه می‌رفتن. تا صبح بیدار مون و فکر و خیال کرد. دست آخر فکر کرد بد نیست برای دفاع از خودش اسلحه‌ای بخره. اما خریدن اسلحه خیلی هم راحت نبود. اسلحه مجوز می‌خواست. پلیس هم بیخودی به کسی مجوز اسلحه نمی‌داد. اگه برای پلیس جریان همسایه‌ها رو تعریف می‌کرد، فکر می‌کردن دیوونه شده. حتماً می‌فرستادنش تیمارستان. ترکوفسکی به جایی که فکر میکرد اسلحه بدون مجوز میفروشن سر زد، اما نتونست یکی جور کنه. به جاش تفنگ اسباب بازی خرید. اسلحه قلابی تو جیبش اعتماد به نفسش رو بالا برد. در عالم خیال همسایه ها رو با تفنگش تهدید میکرد. موسیوزی، سرایدار و مادم دیاز. توی همین فکرها بود که با ماشین تصادف کرد. پرت شد روی زمین. ماشین آمریکایی که بهش زده بود ایستاد. گلگیر ماشین قور بود. چراغش هم شکسته بود. جمعیت دور ترکوفسکی جمع شدن. یه نفر توی جمعیت گفت پزشکه. جلو اومد و با احتیاط ترکوفسکی رو معاینه کرد. پزشک با تعجب گفت خیلی شانس آوردین.
جایتون نشکسته، فقط چند تا خراشیدگی مختصره. براتون پانسمانش میکنم، ولی احتمالاً شوکه شدید، باید یه چند روزی رو استراحت کنین. خونتون کجاست؟ تریکوفسکی یخ کرد، چیزی نگفت. به جای اون راننده ماشین گفت: من میشناسمش، تو ساختمون ما زندگی میکنه، همسایه‌مونه، من میبرمش خونه. تریکوفسکی خواست فرار کنه، اما جمعیت دورش رو گرفته بودن. ملتمسانه گفت: نه نه، من نمیخوام برگردم خونه. اما راننده ماشین گفت: این حرفا چیه؟ میرسونمت خونه. همسایه از پلیس و بقیه کمک خواست تریکوفسکی رو سوار ماشین کنه. تریکوفسکی داد زد: نه، خواهش میکنم، همسایه هم قاتلن، میخوان من رو بکشن. دکتر سر تکون داد و گفت: به خاطر شوک روحیه، بهش آرام بخش میزنم. تریکوفسکی التماس کرد: نه، خواهش میکنم، به هم کمک کنین، نذارین من رو ببرن. تریکوفسکی بلند بلند گریه میکرد. دوباره سعی کرد فرار کنه، اما جمعیت نگهش داشتند. دکتر بهش آمپول زد، بعد اونو سوار ماشین کردن. آمپول خواب‌آلودش کرده بود. با سستی اسلحه توی جیبش رو بیرون آورد. تفنگ اسباب بازی رو روی گردن راننده گذاشت. داد زد: نگهدار، بهت میگم نگهدار. راننده اول توی آینه نگاه کرد، بعد با صدای بلند خندید. تریکوفسکی ماشه رو کشید یه بار، بعد دوباره و دوباره. صدای خنده راننده بلندتر شد. راننده بین خنده هاش بریده گفت: بس به خاطر خدا، میخوای منو از خنده رو دوبار کنی؟ تریکوفسکی تفنگ اسباب بازی رو به شیشه ماشین کوبیده گریه کرد. کمی بعد سرعت ماشین کم شد. راننده پیاده شد تا تریکوفسکی رو پیاده کنه. همسایه‌های دیگه هم سر رسیدن. تریکوفسکی چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشت. با ناامیدی التماس کرد: ولم کنید، خواهش میکنم، بذارین برم، هر چی دارم برای شما، فقط بذارین برم. دو تا از همسایه‌ها بی‌توجه به التماس‌هاشون از ماشین بیرون کشیدن. تریکوفسکی باز التماس کرد که بذارم بره، اما همسایه‌ها به زور تریکوفسکی رو با آپارتمانش بردن. اون رو روی زمین پرت کردن و در رو روش قفل کردن. تمام عضلات و استخوان‌های تریکوفسکی درد می‌کرد. به سمت پنجره رفت و فریاد زد: کمک! کمکم کنین! یه دفعه صدای موسیقی بلندی توی کل ساختمون پیچید. از خونه همه همسایه‌ها سمفونی نهم بتهوون پخش می‌شد. تریکوفسکی بلندتر فریاد کشید، اما صدای فریادش توی موسیقی گم شد. دست‌هاش رو روی گوش‌هاش گذاشت. فایده‌ای نداشت. صدای هلهله و شادی همسایه‌ها با سمفونی نهم گوش‌هاش رو پر کرده بودن. سمفونی بتهوون، سمفونی مورد علاقه سیمون شول بود. تریکوفسکی با عصبانیت کتاب‌ها و نامه‌های سیمون شول رو پاره کرد. هر چیزی به دستش می‌رسید می‌شکست و لگدمال می‌کرد. وسایل سیمون شول تلسمش کرده بود. به سراغ دندون‌های توی سوراخ دیوار رفت، اما به جای دندون‌های پیشین دو تا دندون نیش پیدا کرد. وحشت‌زده دندون‌ها را از پنجره بیرون انداخت. یواشکی به حیاط نگاه کرد. همسایه‌ها نقاب‌های ترسناک زده بودند و توی حیاط جمع شده بودند. نقاب یکی از همسایه‌ها شبیه خودش بود. نمی‌دونست چه خبره. کم کم هوا تاریک شد. تریکوفسکی توی تاریکی چیزی نمی‌دید، اما صدای سم اسب‌ها رو از زیر طاقی‌ها می‌شنید. پس جلادش رسیده بود. گوش تیز کرد. کسی با ناخن در اتاق رو می‌خراشید. داد زد: کیه؟ کسی جواب نداد، اما کلیدی توی قفل چرخید. هوا هنوز روشن نشده بود که بدن تریکوفسکی چرخ زنان از لبه پنجره رد شد و روی سقف شیشه ی حیاط افتاد. میلیون ها تراشه ی ریز شیشه توی بدنش فرو رفت. بعد با دست های باز روی سنگ فرش حیاط فرود اومد. اما شبیه یه زن بود، با لباس زنانه و آرایش غلیظ. البته کلاگیسش کج شده بود. همسایه‌ها بالای سرش جمع شده بودند. موسیوزی گفت: چه جوون بدشانسی. دیروزم تصادف، امروزم احتمالاً به خاطر شوک روحی خودش رو پرت کرده. یکی اورژانس خبر کنه. کمی بعد ماشین پلیس و آمبولانس مقابل ساختمان ایستادند. رئیس پلیس به شانه موسیوزی زد و گفت:
احتمالاً شما خونتون اجاره میدین واسه خودکشی. موسیو زیبا تعصب گفت تازه سقف حیات رو تعمیر کرده بودم. دو تا پرستار ترکوفسکی رو روی برانکارد گذاشتند. دکتر با تعجب گفت با همین لباسا خودکشی کرده؟ ترکوفسکی جلوی چشم‌های حیرت زده همسایه‌ها، پلیس، دکتر و پرستارها تکانی خورد و با صدای خفه‌ای گفت خودکشی نیست، قتل عمده. موسیوزی غمگین گفت بیچاره، هزیون میگه. یکی پرستارها خندید و گفت حتما فهمیده حاملت خودشو پرت کرده. دکتر با اخم به پرستارها اشاره کرد بیمار رو با آمبولانس ببرند، اما ترکوفسکی بلند شد و روی پاهاش ایستاد. به سختی تعادلش رو حفظ کرد. همه وحشت زده بهش خیره شده بودند. ترکوفسکی با لکنت گفت خیال میکردین بدون دردسر از شرم خلاص میشین؟ آه گوش کنین، کار من خودکشی نیست، جنایت شماست. من خودکشی نکردم. بعد خونی رو که توی دهانش جمع شده بود تف کرد. با پوزخند گفت با خونم حیاتتون رو به گند میکشم. میبینین که نتونستین نابودم کنید، هنوز زندم. ترکوفسکی مثل بچه‌ها به گریه افتاد. دکتر و پرستارا با احتیاط بهش نزدیک شدن، اما ترکوفسکی داد زد بهم دست نزنید آدمکشا، همتون قاتلین. پلیس ها متعجب به ماجرا نگاه میکردند، نمیدونستن باید چی کار کنن. دکتر به پلیس ها اشاره کرد آرامش خودشون رو حفظ کنن. ترکوفسکی خون و بزاق دهانش رو تف میکرد تا جمعیت رو دور از خودش نگه داره. بعد به سمت ساختمون رفت. همونطور که تلو تلو میخورد از پله ها بالا رفت و توی پاگردها تف میکرد. دندانهاش همراه خون از دهانش بیرون میافتادند. همسایه‌ها پشت سرش از پله ها بالا میرفتند. ترکوفسکی داد زد باید همه پادری ها رو عوض کنین، هیچ وقت نمیتونین خونم رو پاک کنید. ترکوفسکی توی پاگرد دوم روی زمین زانو زد. رد خونش روی پله ها مونده بود. چهار دست و پا خودش رو بالا کشید. یکی از همسایه ها پای ترکوفسکی رو گرفت، اما ترکوفسکی به صورتش تف انداخت. مرد با انزجار صورتش رو پاک کرد. ترکوفسکی گفت کسی دیگه این خون نمیخواد؟ آره معلومه که میخواد. شماها عاشق خونین، همه تون استیکتون رو خام میخورین، عاشق خوراک خرگوشین که توی خون خودش آب پس شده، مگه نه؟ پلیس ها با باتوم هاشون ترکوفسکی رو تعقیب میکردن. به نظرشون شیطان روح ترکوفسکی رو تسخیر کرده بود. همسایه ها به ترکوفسکی ناسزا میگفتن. دکترها و پرستارها مات و مبهوت فقط نگاه میکردن. همسایه ها بالاخره توی پاگرد سوم ترکوفسکی رو محاصره کردن. توی دستشون ابزار تیزی برق میزد. ترکوفسکی خنده ای عصبی سر داد. ابزار براق توی دست همسایه ها برق میزد. خون از پهلوی ترکوفسکی جاری شد. برای بار دوم بدنش چرخ زنان روی سنگ فرش حیات سقوط کرد. ترکوفسکی نمرده بود. اون درد رو احساس میکرد. درد از همه طرف مثل سگ هار گازش میگرفت. به هوش اومده بود و به بدنش اشراف داشت. صدای اطرافش رو میشنید. یکی از پرستارا گفت بالاخره از کما در اومد. خیلی ازش خون رفته بود. زنده بودنش معجزه است. ترکوفسکی با احتیاط چشمش رو باز کرد. چند شبه تارون و مشخص رو دید. سایه های سفید این ور اون ور می رفتن. حس کرد توی بیمارستانه و در مورد اون حرف می زدن. اما چطوری حرف می زدن که انگار یه زنه؟ احتمالاً به خاطر اینکه ترکوفسکی رو با لباس زنانه دیده بودن مسخرش می کردن. از عصبانیت و نفرت موج درد توی بدنش پخش شد. بعد یه نفر بهش نزدیک شد. یه مرد. مرد روی صندلی نزدیک تخت نشست. بدون شک دچار هذیان شده بود، چون مرد با خودش مو نمی زد. همزاد ترکوفسکی افسرده. بهش زل زد. احساس میکرد قبلا همین تصاویر رو دیده. بعد استلا تو اومد. لبخند زد. اما اندازه دندونهای نیشش غیر عادی بود. دندونهای نیشش بلند شده بود. به سمتش اومده گفت سیمون منو میشناسی؟ منم استلا، دوستت. منو یادت نمیاد؟ ترکوفسکی اول فقط ناله کرد، اما بعد
نالش فریادی گوش خراش شد.